از میان رودان تا فرارودان درود ایرانیان. امروز در صفحه وسط در حالی که در پاسخ به پیشروی نیروهای اوکراین در روسیه و اشغال مناطقی از استان کورسک روسیه که زلنسکی ادعا میکنه حدود 1000 کیلومتر از خاک روسیه رو در بر میگیره و همینطور در خطر قرار گرفتن استان بلگراد روسیه، در شرایطی که خبرهای کانال‌های تلگرامی روس حاکی از اندیشیدن و بررسی کردن این مسئله در کرملین هست که به کاخ ریاست جمهوری، مجلس و اماکن مهم کیف حمله بشه و حتی برخی از کانال‌های تلگرامی دست راستی‌تر روسیه از استفاده از سلاح اتمی بار دیگر سخن به میان می‌آورند، می‌خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم و این پرسش رو بر روی میز تحلیلی قرار بدهیم که سرنوشت جنگ اوکراین چگونه رقم خواهد خورد. همه غافلگیر کننده و پیش‌بینی نشده اوکراینی‌ها به درون خاک روسیه در حالی که برای مدت‌های متمادی غربی‌ها امتناع داشتند از اینکه به اوکراینی‌ها این امکان رو بدهند یا این کمک رو برسونند که در موقعیت تهاجمی نسبت به روسیه قرار بگیره چه تبعاتی در بر خواهد داشت. برای پاسخ به این پرسش همراه هستیم با دکتر آرمان محمودیان از تامپا، تحلیلگر مسائل اوراسیا، و با او به این پرسش ها خواهیم پرداخت. آقای محمودیان، چه فکر میکنید 1000 کیلومتر مربع در استان بلگراد، در استان کورس و همینطور در خطر قرار گرفتن استان بلگراد چه خواهد شد به نظر شما؟ خیلی ممنون. اولا خیلی ممنونم آقای دکتر عارف بخاطر اینکه دعوت کرد من افتخاری. من همیشه برنامه‌تون دنبال می‌کردم. به حال فرصت شد که این افتخار ولی در مورد سوالتون این 1000 کیلومتر، البته اینکه حالا اوکراینی‌ها میگن 1000 کیلومتر، روسا میگن خیلی کمتر، این عدد کلاً عددی نیست که من بخوام خیلی روش تاکید کنم. ببینید چون توی مسائل نظامی وقتی که شما مثلا در یک استانی که یک مساحت خاصی داره در نقطه A پیشروی میکنید و بعد در نقطه C پیشروی هم میکنید، معمولا اون کسی که حمله میکنه یک علاقه داره که اون چیزی که در نقطه B مونده جزء مناطق تصرف شده به حساب بیاره. من نمیخوام حالا وارد دیتیلش بشم، ولی این دومین باره که اصلا 1940 به نظرم این جون 1940 بود که آلمانا این اپریشن باربروسا رو آغاز کردن، عملیات باربروسا. روسیه غافلگیر شد و احیث تاریخی روسا هیچ وقت در موز و موقعی که غافلگیر شدن خوب نبودن. ببینید شما حتی اگر این عملیات باربروسا رو دقت کنید در سال 1941 می‌بینید که آلمانا پیشرفتشون در روزهای اول جنگ ماهای بسیار شدید بود. حتی خیلی از منابع میگن که در چند ساعت اول استالین باور نمی‌کرد که حمله شده. بیشتر بیشتر احساسش بر این بود که مانور نظامی، حالا اشتباه نظامی، ولی ما اینو میدونیم که این حقیقته که حلقه از جاسوسان انوکده روسیه اصلا از طرف ژاپن، سفارتی که اون کسی که داشتن سفارت آلمان تو ژاپن، بهشون اطلاع داده بودن که این قراره این حمله انجام بشه. حتی تخمین هولوش دو ماه فرستادن کرملین که این عملیات قراره انجام بشه و اخماد قراره شما حمله کنه، ولی خب گوش نکرد و که ما رو میاره به امروز. و حالا شباهتی که به نظر من استالین و پوتین دارن، من نمیدونم آقای پوتین میدونست یا نمیدونست، بعید میدونم که این اطلاع رو کرملین داشته و گذاشتن اتفاق بیاد، خیلی بعید. ولی یک شباهتی من میبینم بین استالین و آقای پوتین، و اون شباهت اون چیزی که ما تو تاریخ روسیه خیلی میبینیم، مسئله اعتماد نفس. ببینید ایشون به نظر من یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که ایشون بر اساس تهدیداتی که کرده بود، بر اساس اون اسیمتری که بین قدرت روسیه و اوکراین هست، من فکر کنم تو محاسباتشون نبود که اوکراین میاد و واقعا وارد خاک روسیه نمیدیدن. چون ببینید این جبهه کورس که دلیلی که اوکراین خیلی توش پیشروی کرد، این جبهه غیر فعالی بود. اینطوری نبود که ما در روزهای جنگ میشیم. روسا تلاش کردن، خیلی جالبه، در یکی دو ماه گذشته تلاش کردن که تهاجمات محدودی داشته باشن، ولی بسیار جبهه غیر فعالی بود به نظر. و اتفاقی که افتاد اعتماد به نفس
و اینکه اینا اشتباه کردن و اشتباهشون این بود که فکر می‌کردن که اوکراین تمرکزش ضد حمله است در جنوب و شرق. باشه بود که روسیه نیروهای خودش رو تو منطقه متمرکز ببینید شما عکس‌ها و تصاویر که ما می‌بینیم از سربازا که اسیر شدن در حال فرار کردن مشخص اینا سربازا صفرن، خیلی هاشون ممکن اون دوره خدمت اجباری روسیه باشن، آموزش ندیدن، زندانیانی که با وعده در واقع آزادی آزاد میشن که بجنگن. بله یعنی در به هر حال یعنی در اون منطقه نیروهای نخبه ارتش روسیه حضور نداشتش، این به قول آمریکا فرنگی ها باتم لاین رو ته داستانه. یعنی در حالی که روسا توقع داشتن که در خارکوف پیشروی بکنن، در ماهای اخیر اشاره کردید، به یک بار پشت جبهه رو از دست داده دیدند و به نیروهام که دقت میکنیم اوکراین به نظر میرسه که زبده ترین تکاورهای خودش رو به کار گرفته در مقابل روسیه. آقای محمودیان فکر میکنید روس‌ها، مقایسه کردید پوتین رو با استالین، با این تفاوت که به هر حال پوتین خودش رو نماد عظمت روسی هم میبینه، اگر استالین خودش رو نماد عظمت شوروی و کشور شوراها میدانست، آقای پوتین نماد عظمت طلبی دست راستی روسی هم هست به یک معنا. چقدر تحمل میکنه یا اونگونه که آقای مدودف میگفت که شما هیچ وقت نمیتونید در مقابل یک کشور اتمی پیروز باشید و این کشور اتمی دست به سلاح اتمی میبره، ظرف 48 ساعت آینده زمزمه های سلاح اتمی رو پررنگتر شنیدیم در محافل روس. ببینید تحمل که من باید نام هیچ رهبر خارجی تحمل بتونه کنه حمله نظامی، این واقعیت تلخ حالا وقتی در مورد روز روسی مسئله که شما فهمید خیلی درست، این یک کشور هسته‌ایه و این فرق میذاره، ولی این در مورد آقای مدودف من معمولا تلاش میکنم که زیاد به تهدیداتش فضای با چندانی نه، بخاطر که ایشون به نظر میاد به وجود که در شغالی هم میاد ایشون به نظر میاد مزیفهی که داره اون بخش جنگ روانی رو داره مدیریت میکنه، شما میبینید خیلی تهدید میکنه به صورت مدام. من بعید میدونم در حوزه فرماندهی عالی اونقدر تصمیم گذار باشه و کلا آقای مدودف هیچ وقت چهره محبوبی داخل ساختار سیاسی داخل ساختار حاکمیت نبوده. یکی از دلایلی که آقای پوتین اومد ایشون نخست وزیر کرد تو اون دوره‌ای که بین دوران دوم و سوم پرزیدنسیش رئیس جمهور ریاست جمهوری بود، بخاطر میدونست محبوبیت نداره. ولی برگردیم به اصل سوال که حالا روسیه چه کار خواهد کرد. من فکر کنم یکی از چیزی که روسیه در محاسباتش هست اینه که میدونه اوکراین علاقه نداره که این مناطق رو اشغال کنه یا به تصرف در بیاره. اوکراین نمیتونه اصلا همچین کار کنه. ببینید حیث متریال اینا تواناییشون ندارن. بخوام همچین کار کنن. توانایی نگهداشتشون ندارن. ببینید بخاطر اینکه اوکراینی ها خوب میدونن که اگه قرار باشه این جنگ تو داخل خاک روسیه ادامه پیدا کنه و هی تنش هسته‌ای ادامه پیدا کنه، خب حمایت کننده های خارجیش ممکنه عقب نشینی کنه. من قبول دارم سربازان اوکراینی، مردم اوکراین، همه اینا خیلی فداکاری میکنن و همه اینا، ولی در نهایت شما میتونید فداکارترین شخص تاریخ بشریت باشید ولی اگر سلاح نداشته باشید کاری رو به جا نمیبرید. این اوکراین میدونه و خیلی هم براش واضحه. من فکر کنم من گزینه استفاده از سلاح‌های تاکتیکی هسته‌ای رو برای اعمال فشار روانی غیر ممکن نمیدونم، نمیگم که الان محتمله ولی غیر ممکنه. این احتمال داره که روسا بخوان حالا یک سلاح تاکتیکی رو تو سطح بالای جو منفجر کنن که فقط وحشت درست کنن، یا به قول معروف اون کینگز بنچ، اون مدمن تئوری که اون کاری که آقای نیکسون یه خورده بیشتر کاری که نیکسون کرد رو بخوام بکنن. نیکسون هم تیش وقت آزمایش کرد و تهدیدش رو کرد. ممکنه اون کار غیر ممکن نیست. ولی من احساس میکنم دولت روسیه در کل به این نتیجه رسیده و اعتماد به نفس داره که اینا موفق خواهند شد اوکراین رو بیرون کنن. ببینید دلیلی که طول داره میکشه اینه که اولا با وجود اینکه روسیه یک سری نیروهاش رو از خط جنوب و شرق کشیده بیرون، یک سری شو اکثریت رو داره نگه میداره چون میدونه که هدف اونجاست. و دومی مسئله که ببینید خب روسیه برخلاف اوکراین که به سمت بسیج عمومی هیچ وقت نرفته که
و این توانایی داره که همچنان بتونه نیروهای مسلح بیشتری بفرسته. ممکنه بخوام این نیروهاشو در دالماس در دونباس نگه میداره، در جبهه کورس کم بتونه که نیرو اندازه کافی اعزام بکنه، چون تلقی داره. بله بله، اینا توانایشون برای این دور روسیه میتونه همیشه بره به سمت اکتیویت کردن گارد ملی، میتونه بره به سمت اینکه سربازانی که خدمت وظیفه اجباری دارن رو بفرسته. تو حالا خود ریلاکتنت بوده، چون ببینید دیگه من نمیدونم، الان من حیث قانونی متخصصش نیستم. اون دورانی که اینا در خاک اوکراین بودن، خب عملیات ویژه بود و طبق قانون روسیه نمیتونستن سربازای وظیفه رو بفرستن. من دیگه واقعا نمیخوام تو حیث حقوقی کسی که حقوقدان قانون روسیه است، یعنی قانون روسیه نمیدونه حقوق، اون باید بیاد با صحبت کنه. ولی خب فضا برای فضا، من اینطوری خودم نتیجه جمع میکنم، از حیث نیروی انسانی من پاور، فضا برای روسیه بسیار بازتر از فضا برای اوکراین. و چقدر دلیل اینکه زلنسکی تصمیم گرفت که وارد خاک روسیه بشه رو در نگرانی زلنسکی از تغییر معادلات در سیاست داخلی آمریکا یا متأثر از تغییرات احتمالی در سیاست داخلی آمریکا میدونید؟ برخی از ناظران به این باور هستن که خب زلنسکی نگرانی رو داره که اگر انتخابات نوامبر به نفع ترامپ رقم بخوره، ترامپ به هر حال این دست گشاده رو در حمایت از اوکراین نخواهد داشت و اوکراین مجبور خواهد شد که پای میز مذاکره بنشینه و باز بر مبنای تحلیل اشغال کورس برای این است که یک در واقع اهرمی رو، اهرم فشاری رو در مذاکرات داشته باشن، در حالی که در فقدان بایدن یا عدم پیروزی کامالا هریس دیگه در زمانی که کاخ سفید در اختیار ترامپ باشه اون حمایت رو از طرف آمریکایی‌ها نخواهند دید. ببینید این هم خیلی خیلی نکته خوبیه، خیلی نکته دقیقاً نکته قابل توجهیه. من فکر کنم خود آقای زلنسکی هم تو که صحبتاش اشاره میکنه که این اراضی که ما گرفتیم این صندوق محاسبه یا صندوق مبادله یه چیزی عبارت اینو به وجود میاره، یعنی ایده رو دارن که آقا خب ما اینو میدیم شما اونو بدین، که به نظر من اصلا ایده عملیاتی نیست برای دولت روسیه. لوگانسک و دونسک اهمیت کمتر از کورسک نداره، چون عدید روسیه مثلا عدید جناح حاکمیت، جناح طرفدار حاکمیت، یعنی بیس آقای پوتین، لوگانسک و دونسک همونقدر بخش اصلی خاک روسیه است که کورسک است. یعنی این تصور عمومی وجود داره، فقط باز پس گرفته شده. ولی من ببینید یه اتفاقی که داره میافته، ما آقای ترامپ رو داریم و یه بدنه ای از حتی جمهوری‌خواه سنتی رو داریم که دارن کم کم این صحبت رو میکنن که آقا وقتشه که سازش. این مقاله نوشتن آقای خلیلزاد که تو حتی تو ادمنستریشن آقای بایدن هم نقش داشت، توی دور تا حتی کوتاهی تو دوره آقای ترامپ آقای بوش هم بود، اینا کهنه کاریه. توی مقاله نشنال اینترست نوشته، توی محروز وبسایت نشنال اینترست نوشته، خیلی قشنگ داره آوتلاین میکنه این نظر رو که در حال باید واقعیت ها پذیرفته بشه، اوکراین شاید نتونه اینو منطق در این دور پس بی، و ما این صدا رو داریم بیشتر میشته مخصوصا داخل خاک اروپا. تو اروپا خیلی شدیدتر از آمریکاست، خاطر اینکه اروپایی‌ها دارن کاست و هزینه و خطر رو خیلی بیشتر امریکا رو میبینن. من فکر کنم یه بخشش هم به خاطر اینکه آقای زلنسکی میخواد بگه این پولی که شما به ما دادید، این کمکی که کردید، این تحملی که فشار اقتصادی سر قیمت نفت و گاز دارید، این بیدلی نیست، این طور نیست که ما فقط داریم میبازیم. درسته، حالا اون ضد حمله یا اون کانتر آفنس اونطور که میخواستیم پیش نرفت دیگه، من فکر کنم الان اینا همه قبول دارن، ولی معنیش این نیست که ما ناتوانیم، ما هنوز توانایی‌ها و ظرفیت‌ها بیشتر. یه بخش دیگرش هم که خیلی کم داره در موردش صحبت میشه به نظر مسئله داخل اوکراین. ببینید ما نشونه‌هایی داریم میبینیم که یه بخشی از جامعه اوکراین خسته شدن در یک سو. ببینید الان دولت اوکراین برخلاف روزهای اول که حس ملی گرایانه بود و جوانان عضو خطوط دفاع میشدن، الان دولت اوکراین بعضی‌ها باید با اعمال نمیخوام بگم خشونت بود، ولی با اعمال زور جوانان رو بیاره و به خط مقدم. خب این خیلی تغییر بزرگیه، این جامعه اوکراین خسته شده. حتی
حتی آقای محمود جان حامیان سابق آقای زلنسکی، تیپای مثل آقای آریستوویچ که الان آمریکا هم هست، به منتقدین جدی رویکرد زلنسکی تبدیل شدند. صد درصد. ببینید آخه این فقط مسئله هزینه انسانی که هزینه بسیار بزرگی نیست. دولت اوکراین یه چیزی بین 48 تا 52 درصد جی دی پی خودش رو در مسائل ناخالص سرانه ملیش از دست داده. یعنی که فرض کنیم شما فرض کنیم که درآمد ناخالص ملی اوکراین 2 دلار بوده در روز، الان 1 دلار 1 دلار کمتره. خب فشار میاره به جامعه. کشور اوکراین کشوری که در داخل خاک اروپا وجود داره ولی با مسئله تامین برق داره روبرو میشه. روسا بخصوصا با این پهپادهایی که ایران گرفتن، واقعا این نه نیروگاه‌های برق اوکراین ولی سیستم توزیع برق رو واقعا منکوب کردن تا حد. یعنی برای اوکراین مشکله. خب جوانان اوکراین خیلی هاشون فرار کردن. اوکراین یکی بالاترین حجمای پناهنده رو داره. شما ببینید خیلی از خانواده اصلا اسپلیت شدن. یعنی خودشون اینن بچه‌هاشون اونورن یا برعکسن. زن و هم کودکان مثلا در آلمان و فرانسه جای دیگه هم همسرشون اصلا من. خب این فشار سرسام‌آوره. در کنار همه اینا مسئله ضد حمله به کنار که به نظر من بزرگترین اشتباه استراتژیک دولت اوکراین این بود که یک هایپ بسیار غیر واقع بانانه درست کرده اون رو زده همه، هم داخل کشور هم در خارج. آقای زلنسکی یکی از چیزایی که من همیشه در مورد ستایش کردم، هر سیاست مداری نقاط قوت شده، یکی نقاط قوت آقای زلنسکی پیار بود. ایشون روابط عمومی خوبی داشت تو صنعت فیلمسازی و هنر بود. من احساس کردم دیگه بقول ما ایرانی که آقا هر چیز زیادیش خوب نیست مثل نمک شور میکنه، علی عامیانه بخوام بگم، ایشون این اشتباه رو کرد. رفتار سینمایی در سیاست داشتن خیلی شدیدن. ببینید نمیخوام حالا نه فقط اون، آمد یک با ملت اوکراین یک طوری صحبت کرد که این ضد حمله است و فقط بعد یک داستان به تهش داره میرسه. یعنی یک طوری ببینید اگه کسی تحت فشاره، شما بدترین کاری که میتونید به اون طرف بکنید اینی که بگید آقا این فشار 24 ساعت دیگه تموم میشه ولی مطمئن نیستین تموم بشه. من داستان خیلی معروفیه که یک سربازی همیشه تو سرما بوده، زیر بارون بوده، هیچ وقت مسئله براش نبوده تا یک روز شاه میاد و میگه که تو اینجا پتوی کتی چیزی نداری؟ میگه نه ندارم. میگه خب من میرم دربار میگم برات بفرستن. برداش سرباز کشته مرده پیدا میکنن و میبینن نوشته که این سرما نبود که منو کشت، این دغدغه و دلواپسی گرفتن اون کت بود که منو کشت. خب ببینید واقعا این هایپی که ایشون به مردم اوکراین داد و انجام نشد، این خیلی تاثیر گذاشت. مردم رو تا حد زیادی یعنی واقعا نمیخوام بگم فراستریتد، یعنی زیر فشار رو فشار سرسام آورد. و من فکر کنم، من البته این ادعای منه و ادعای خیلی بزرگیه، من نمیتونم آکادمیکلی بکش کنم چون واقعا نبوده این کنش. ببینید من در روسیه بودم و این نظر سخت شخصی خودم، من همیشه اینو احساس کردم که در اون جامعه اوکراینی داخل روسیه که جامعه میلیونی بوده حیث مهاجر، بین اوکراینیان و اوکراینی زبان و اوکراینی های روز زبان همیشه یک حسی بود که کاملا یکی نمیدیدن همدیگر. این برداشت شخصی منه. من احساس کنم یک اتفاقی که داره میافته که این جامعه اوکراین که حالا داره این هزینه ها رو میده داره اون بیشتر فکر میکنه که آیا ما این پیوند رو میخواییم؟ آیا میارزه به هزینهش یا نه؟ من مجددا تاکید کنم ادعای شخصی منه. یعنی چه بسا ناسیونالیسم اوکراینی به این نتیجه برسه که یک اوکراین یک دست اوکراینی زبان به صلاح‌تر هست براش؟ شاید به متضمن منافع بیشتری هست اینکه دست از دانباس برداره بشویه. آخه فقط دانباس هم نیست، مثلا خارکوف هم بیشتر روس زبان هست، در این صورت حتی خارکوف رو هم میبایستی چشم بپوش ازش. ببینید نمیخوام بگم به صلاح یا به صرف، ولی من میتونم اینو بگم شاید به این نتیجه یک روزی برسن که گرفتن لوگانس و دونسک خوف که همه دستشونه درد خواهد نیازه. این مقرون به صرفه نیست، من نمیگم از دست دادنش به صرفه است، ولی هزینه گرفتن شاید دیگه مقرون به صرف نبود. و اگر به اون نقطه برسن پای میز مذاکره خواهند نشست.
با رویکرد صلح در برابر زمین؟ من بعید میدونم که قراردادی دولت اوکراین امضا کنه که در اون قرارداد توافق باشه که ما این زمینا رو میدیم و صلح میکنیم، چون یک خودکشی سیاسی برای هر کسی. من احساس کنم اتفاقی که میافته اینا میان و بحران، یعنی صلح اینطوری خواهد بود که بحران ها یخ میزنن. بولمن خان اصطلاح فروزن کانفلیکت، اصلا روسا متخصص این کارن. شما ببینید در جورجیا این کارو کردن، در کریمیا 2014 کردن. اینه که میان میگن خب بله اون زمینای ماست، دست شماست و شما اشغالگرید، ولی میایم فعلا با هم آتش بس میکنیم، یعنی جنگو متوقف میکنیم. من فکر کنم اون حالت با گرجستان نه دقیقاً یا وضعیتی که در با اوکراین در اوایل 2014 داشتن، یا وضعیتی که حتی تا همین الان بین کره شمالی و کره جنوبی تا حدی هست. این به حال اختلافات ارضی که سر جاش هست و میبایستی در ماهای آتی به انتظار تحولاتی نشست که بخشی از اون در سیاست آمریکا نهفته است و بخش دیگر در عرصه میدان نبرد اوکراین و روسیه. متشکرم از شما آرمان محمودیان در همپا و همینطور بینندگان محترم بلون که در صفحه وسط همراه با ما بودید. تا برآمدن آفتاب و تا به شام بر فلات ایران، بدرود. از خواب. متشکرم. ممنون های معبوده.